سلام و بر وقت دوست داشتنی به سرکارشی هستم. خوش اومدین به یک ویدیوی جذاب متفاوت و دوست داشتنی و ویدیویی که فکر کنم شما کلی کیف کنید. عرضم به خدمتتون یه تورنمنت ساختیم، گفتیم آقا نیم ساعت اولشو بتل میزنیم، ویدیوشو میگیریم، نیم ساعت دوم ریاکت میگیریم. حالا اگه بهمون حال داد دوتا نیم ساعتش میکنیم و دوتا نیم ساعت بازی میکنم خودم. اگه دیدم خیلی دارم فشاری میشم رو مخم، نیم ساعت دومو ریاکت میگیریم. بچه بریم سراغ استارت تورنمنت. بچه من میخوام با همون بالو سایکل 2-9 بزنم، با همین فقط احتمال میدم اینو باید اینجا بچینم رفقا، احتمال میدم. حالا بذار اینجا هم هست دیگه، هیچ. خب بریم اینجا تو قسمت تورنمنت و این سراغ بتلا. بچه ها سعی میکنم فشاری نشه، این فشاری هم شدم فوش نمیدم. جایی احیانا 1000% دیدید که کات خورده، بدونید که سعی میکنم کات نکنم دیگه بچه ها، ولی وقتی از فشاری میشم یا حریف خیلی بیه من میکنه اینا رو سعی میکنم بلش کنم، کونه لقش میذارم بچه، هرچی شد شد. آخ بدبخت چیزم داره بچه، لیولش هم پایینه. لیولش هم پایینه، لاشی ها دارم میخندم. اینا نایمد تورنومنت. خب هیچ حریفی رو بچه دست کم نگیر، اونایی که دست کم بگیریدشون بیشتر کونتون میذارن، پس حواستون باشه. لاشی هم اسکلت آورده هم چیز. خوبه یه اتک میدیم. نه سیر عجله میکنی. من میخوام بالون تارگت شه. به نظرم اون گارده زیادی بود تو ترکیبش، حالا شاید هم زیاد کونش گذاشتن سیدو با ترکیبه مثلا پکا و ارزم بخیبن، ترکیبه پرنس و اینا خیلی اذیت میکنه. اینو آورده ولی همون ورژن اصلیشو بازی کنید یا ورژن اصولیش کنید. خب بچه این فکر کنم پلیر خوبی باشه. خب لاگ بیته. بچه ببین پینگو میبینید، پینگو میبینید ناموسان، پینگ کیری منو میبینید. پینگ کیری منو ببینید شما.
پینگ هم خیلی کشیریه واقعا کیه سید و پینگ هم. اینو باید بزنم سر پل. خیلی پینگ هم کشیریه. داداش راکت داری راکت تو بزن حیفت نیاد اخوی راکت اگه داری راکت تو بزن رو بالا من چرا اینو انداختم چون اینو میخوامش برای اینکه بتونم اکسیر سیف کنم لازمش دارم سر خدافظ همون موقع بر راکت تو بزنی داداش داداش اشتباه میکنی اخوی راکت تو میخوای چیکار کنی این آرمان دیگه ریاکت ازش گرفتم سیدا بزنید از کارتتون این من حیفتون نیاد استفاده کنید استفاده کن خب بله وقتی اونجا میکاری بالون میزنتش داداش بالون کیرخر نیست ولی واقعا نتم خرابه یه جا اومدم کینگ فعال کنم عامل خودش رو نشون داد خب خب این ترکیبه فکر کنم چیزه پیکا گریوه کارم خیلی سخته زده هم هست بله چون میدونم میخواد تورنیدو کنه این ترکیب زدم بچه ها این ترکیب با بالونش هم زدم این که دیگه کلن گریو داره گریو و بالون نداره این ترکیب بچه ها این به خاطر اینکه من برای چی حمایتش نکردم چون میدونم اکسیر نداشت چرا بچه اونو اونجا ریختم چرا ریختم به خاطر اینکه اگه اون کانکت میشد به تاورم کارم زار بود خب من اینو اتک بدم بهش ماسک هم اگه زنده میبوند کارش تمام بود ماسک اگه زنده میبوند الان بمبر اووش هم رسیده
این بچه ها هول کرده، کامل مشخص از بطلش. خیلی زده بچه، خیلی زده. خیلی زده بچه. خدافز داداش، خدافز. میدونی چرا باخت؟ به خاطر اینکه هول کرده بود. اصلا کسی اینجوری بازی نمی کنی، ترکیب کامل کنترله، کامل کنترله. خب بریم سراغ مچ بعدی. بالاخره تونستیم انو فعال کنیم. ولی ناموسم پینگم به قول آرمان کیریه. این اگه تور نداشته باشه ول میکنم بازی رو. خب خدا رو شکر. دو تا شات هم میزد، عالیه. خوب بچه دیوان نمیاد. خب اینم از این مچ بچه. یه لحظه بایستی من این چایی بریزم. از صبح چایی نخور. چایی خوردم چون تو رژیمم چاییم بدون قنده. الان میخوام یه چایی با قند بزنم. یه نکته درباره ترکیبایی که دو تا اسپریت دارم بهتون بگم. ببخشید من پشت به نورم، نور تو صورتم نیست. خب کلا ترکیبایی که دو تا اسپریت دارن ترکیبایی هستند که یا کالکتور توشونن یا ترکیبایی هستند که مثلا یا اون ایوه خیلی خفنه
یا فست سایکل پلیر هن، ترکیبی که دوتا اسپیریت داره کار رو براتون در نمیاره. الان ببینید آرمان هم ایکس با کالکتور میزنه، دو اسپیریت میزنه. البته الان استاد داره چیز میزنه، عرضم به خدمتتون. خب میریم سراغ مچه بعدیه. این دیگه قراره چونمونو به چنگ بگیریم. فکر کنم هوک سایکل پلیر اگه همون هوک زلزله میزنه. بله پلیر خوبی هم هست بچه، اگه همون باشه. همونه بچه، همونه. کیف کردی داداش دفارو؟ ناموسن کیف کردی؟ خودم فکرش نمی کردم، ولی این خیلی من اذیت میکنه. کاریش ندارم، نیم کاریش ندارم. ناموسن کیف نکردی؟ جدی میگم. خب من سریع برسم اون کارتی که میخوام. خوبه. میانو اجازه ندادم من اتک بدم بهش. نه داشتی خبران نیست سید. بازم نمیتونم بهش اتک بدم. اکسیر عقبم. خب بگاه رفتم. باش. این که منو میزنه بچه ها، این منو میزنه. خب بگاه رفتم، بعد کاری کردم بچه ها. بعد کاری کردم.
نشد بزنیمش بچه ها. خدایش تمیز بازی کردم جلوش، خیلی تمیز بازی کردم، نشد بزنیش. میگم این ترکیب ضد منه. خب بریم سراغ مچ بعدی. ولی خواهی کرده بودا، اینم خواهی کرده. بچه سطح بازی بد نیست ناموسن، به والا اعصاب نمیذاره بازی کنم، فشار نمیذاره بازی کنم. اینم داشتم میزدمش، باید از چجوری میتونستم بزنم، یه بالون از تب اندازم کلن تمرکزش از هم میریزه به خدا، چون نمیدونه من میخوام چیکار کنم، اشتباه کردم. ولی اون تایمی که به این فکر افتادم دیر بود دیگه، نمیشد. خب بریم سراغ مچ بعدی. دستم اصلا خوب نیست، فکر کنم ایکس بوه اگه اشتباه نکنم، فعلا کاری نمی کنم. نه لو بوه، شاید هم گولمه، شاید گولم کالکتور اشتباه کردم یا انداختم. یه تو جون مادرت، شانس منو ببین. ماینر نمیدازم، فکر کنم گولمه. خاطر این که بچه ها خواهم اتک بدم، برای این انداختم. داشتم از من این تاور رو بگیرم، بعد برم تو فاز دفاعی. اصلا دفاع نمیخواد داداش، اون دفاع نمیخواد که اخوی. اون دفاع نمیخواد داداش، شما باید اگه میخواستی دست و تا حدودی وین کنی اون الکترو دراکت رو مینداختی بالا سر گولمت، نه اینکه بنزی اون ته من خیالم از دفاع راحت باشه. خب چقدر شد بچه ها؟ یه مچه دیگه بزنم بعد برم سراغ ریاکت. نیم ساعت آخر رو میخوام ریاکت بگیرم از بچه های بالا. چرا؟ چون اینجوری تکی میشه، وقتی میام توی لایوتون از دو نفر ریاکت میگیرم. شادو محمد شادو که نیست 100%.
اینو باید بگیرم بچه، اون اصلا مهم نیست. گوبلین جاینت، ریج، الکترو چیز، هیل اسپیریت. الان دوباره الان دستش اشتباه کردم انداختم. الان الکترو ویز دستش. خب این سری دیگه ولش میکنم چون دفاع نمیتونم بکنم. بچه این ترکیب ترکیب ترسناکیه، خیلی هم ترسناکه. بنازم بنازم، دفاع خوبی بود بچه، خیلی اتک سنگینی بود، خیلی اتک سنگینی بود، خیلی سنگین بود. خب دیگه داداش بذار یه راش بهت بدم که مجبور شی دفاع کنی، من این که ولش کنیم که ولش میکنیم، میدونم قشنگ مشخصه بچه پلیره. این زب هم داره. آخ آخ تاور نرفت. این اگه بزنه، نه این ترکیب زدمه بچه، این ترکیب واقعا زدمه. خب من باید دفاعمو اوکی کنم. خب بچه ها، نه خدایش قشنگ بازی کرد. نمیشه بزنیش بچه، زده گود گیم، خیلی زده بچه، خیلی زده. به نظرم اسپارکی نو اسکیل ترین ترکیبه به والله، یعنی من زدی براش نمیبینم، حتی انقدر قدرت داره که ترکیب پکارم میزنه بچه، جدی میگم. اینو همیشه گفتم اصلا فارغ از بحث، حتی خود میلاد امیر کلاب به من پیشنهاد دادن که بیا آقا ترکیب چیز بازی کن، گوبلین جاینت اسپارکی بازی کن. من بیسوین با گوبلین جاینت اسپارکی که پلیرش نبودم تا 15 وین رفتم، هم میلاد فانتوم شاهده، هم متین کلاب شاهده، هم فکر کنم نیما هم تو اون کال بود، یه محمد هکسلر نامی بود، تا 15 با گوبلین جاینت اسپارکی رفتم. واقعا ترکیب ساده ایه. ببین زد و بحث نمی، بحث زد رو نمی کنم، سادگی ترکیب رو میگم. بچه امیدوارم لذت برده باشه، من دیگه بتل نمیزنم، میخوام ریاکت بگیرم. خداییش هم خیلی خوب بازی کردم، دو تا مچ باختم، جفتش هم مویی باختم، جفتشون هم خواهی کردم. خیلی مخلصتونم، فقطون بشنم یعنی مده ویدیو رو، ویدیو ریاکت رو بعد از این ویدیو میذارم، تایم بعدی این ویدیو. خداحافظ.